مواد الکترولیت ضعیف بیشتر به صورت مولکولی حل میشن الکترولیت های ضعیفی رو که میتونیم مثال بزنیم میتونیم اشاره کنیم به اسیدها و بازهای ضعیف که حالا کاملا توی فصل بخشی از ام... که مربوط میشه به اسیدها و بازها کاملا در مورد این جریان شما میتونید آگاهی پیدا بکنید و الان میخوایم با همدیگه روی یک تصویر ببینیم که به چه صورت یک الکترولیت قوی یا ضعیف میتونن عمل بکنن خب توجه بکنیم به این تصویر ما در اینجا شماری از اسیدها رو داریم که ما الان به انتخاب خودمون میایم های سیل رو به عنوان یکی از اسیدهای قوی انتخاب میکنیم درسته بعد از اینکه های سیل رو انتخاب میکنیم و جریان رو برقرار می, می بینیم که زمانی که توی این محلول در واقع در این قسمت میایم اسید های سیل رو قرار میدیم که در با آب به صورت محلول در به طور کامل یونیزه میشه و به دلیل اینکه مقدار تفکیک یونی اون زیاد هست میتونه یک هادی خیلی خوب برای جریان برق باشه و ما با اتصال این کلید بینیم که نور زیادی برای ما تولید میشه اما حالا میتونیم مثال دیگه ای برای این عمل داشته باشیم حالا میخوایم یک نمک رو انتخاب بکنیم ببینیم که یک نمک به چه صورت عمل میکنه یکی از نمک های قوی که میتونه باز به طور کامل در به صورت محلول در آب به طور کامل یونیده بشه نمک NACL هست که میبینیم باز وقتی نمک NACL رو در این محفظه قرار میدیم و کلید رو میزنیم به دلیل لیونش بالایی که داره باز میتونه یک هادی بسیار مناسب جریان برق باشه